سرخط خبرها. یار محمد دوستان، فرزند عبدالرشید دوستان، برای ملاقات با احمد مسعود وارد تاجیکستان شد. بزرگترین فرمانده طالبان که با 52 افراد تحت امرش به نیروهای جبهه مقاومت بیعت کرد. حذف فارسی از لوحه های ادارات دولتی. طالبان لوحه دانشگاه تخار را پایین کشیدند. طالبان یک کارمند واکسین را در ولایت کنر کشتند. از خانه وزیر مالیه طالبان 800 هزار دلار آمریکایی دزدی شده است. و نمایندگان کشورهای غربی بدون ایجاد حکومت فراگیر درگیری ها در افغانستان افزایش می‌یابد. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید. طالبان یک کارمند واکسین را در ولایت کنر کشتن. منابع در کنر ادعا میکنن که طالبان یک کارمند پولیو را در این ولایت برک بار بستن. به نقل از منابع، این رویداد چهارشنبه شب 30 سنبله در مرکز سیهی روستای گرگل ولسوالی پیندره کنر رخ داده است. منابع افزودند که فرد کشته شده الیاس نام دارد و کارمند بیماری پولیو بوده است. به گفته منابع، الیاس به دلیل کشته شده که از طالبان به خاطر نظاره کردن دختران انتقاد کرده و مانی این کار آنان شده است. منابع می افزایند که طالبان شبانه این کارمند را به بهانه نزدشان خواسته و او را برک بار بستند. مسئولان محلی طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. از خانه وزیر مالی طالبان 800 هزار دلار آمریکایی دزدی شده است. منابع در ولایت هلمند از به سرقت رفتن 800 هزار دلار آمریکایی از خانه وزیر مالی گروه طالبان خبر می دهند. منابع معتبر از ولایت هلمند گفتند که از خانه هدایت الله بدری، معروف به آجی گل آقا، وزیر مالی طالبان 800 هزار دلار آمریکایی دزدی شده است. منابع گفتند که وزیر مالی طالبان در پیوند به این موضوع 28 تن به شمول برادرزاده خود را بازداشت کرده است. بر اساس معلومات منابع، این مقدار پول از خانه وزیر مالی طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند مفقود شده است. یک منبع دیگر نیز تایید میکند که هدایت الله بدری، یکی از شرکای حاجی بشیر نوروزی، از قاچاقبران مواد مخدر طالبان است که چند روز پیش امریکا او را به طالبان تسلیم کرد. تا هنوز معلوم نیست که این مقدار پول در خانه وزیر مالی طالبان به چی هدف نگهداری می شده است. این در حال است که پس از قدرتگیری طالبان بارها از فساد گسترده در ادارات زیر دست این گروه گزارش شده است. حذف فارسی از لوحه های ادارات دولتی. طالبان لوحه دانشگاه تخار را پایین کشیدند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان به تازگی لوحه دانشگاه تخار را پایین کشیدند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده جای خالی لوحه دانشگاه تخار را نشان می دهد. قبلا لوحه به زبان های فارسی، پشتو، انگلیسی و ازبکی بر در ورودی دانشگاه تخار نصب شده بود. طالبان در روزهای قبل واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بلخ نیز حذف کردند. در یک سال گذشته طالبان به طور نظاممند به حذف زبان فارسی از تابلوها و لوحه دولتی در کابل و ولایت افغانستان دست دادند. نمایندگان کشورهای غربی بدون ایجاد حکومت فراگیر درگیری ها در افغانستان افزایش می یابد. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و آمریکا در امور افغانستان گفتند که طالبان به تعهدات خود عمل نمی کنند و بدون ایجاد حکومت فراگیر درگیری های مصالحانه در افغانستان افزایش می یابد. آنان هفته گذشته در آمریکا دیدار و روز گذشته پنجشنبه 31 سنبله با نشر اعلامیه مشترکی با اشاره به ظهور الزواهری
رهبر القاعده در افغانستان افزودند طالبان به تعداد خود در مبارزه با تروریسم عمل نمی کنند. در این اعلامیه همچنان به ایجاد حکومت فراگیر تاکید شده و آمده است. بدون ایجاد حکومت منتخب فراگیر و پاسخگو درگیری های مسلحانه به گونه چشمگیر افزایش می یابد. آنان همچنان گفتند صلح پایدار و ثبات در افغانستان گفتگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به شکلگیری نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی منتخب شود. آنان تاکید کردند که از راه اندازی گفتگوی بین الافغانی برای ایجاد نظم مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان حمایت شود. این نمایندگان در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان گفتند بانک مرکزی افغانستان باید نشان دهد که از نفوذ و مداخله سیاسی مستقل است و کنترل کافی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم دارد. همچنان تازه یار محمد دوستم فرزند عبدالرشید دوستم امروز از ترکیه عازم سفر به کشور تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود شد. یار محمد دوستم فرزند عیار و جنگدیده مارشال دوستم هر گاهی که بخواهد با کسی بحث یا گفتگو کند یا باید مسائل نظامی باشد یا هم امور جنگی. همچنان فرمانده عبدالحمید مجاهد شخص عیار و جوانمرد پس آن که دانست جنگ طالبان جنگ قومی است و هدف اساسی آنها نابودی اقوام دیگر در افغانستان با استفاده از احساسات مذهب جوانان است صف خیش را از این گروه جدا کرده و در شهرستان یفتل بدخشان ندای مقاومت را با عساکر خیش که مجموعاً به 52 نفر میرسند سر داد. فرمانده مجاهد با امکانات عظیمه از صفوف این گروه جدا شده و فعالیت های نظامی ضد طالبانیشان را در شهرستان مذکور علیه اجنبی ها آغاز کرده است. اخراج بیش از 7000 مهاجر افغان از ایران در یک هفته. منابع از افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران خبر داده و می گویند که در یک هفته پیش 7000 مهاجر از ایران به کشور بازگردانده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته است که طی یک هفته گذشته بیش از 7000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. این در حال است که روزانه صدها نفر از مهاجران افغان از ایران به کشور برگردانده می شوند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.